طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات اقشار مختلف مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور هستیم. در این قسمت از برنامه با مهدی موسازاده همراه هستیم و میخوایم نگاهی بیندازیم به اعتراضات اجتماعی در میهنمون و همینطور وضعیت نابسامانی که رژیم آخوندی به مردم میهن ما تحمیل کرده. سلام میکنیم به شما، خوش آمدید به قیام ایران. سلام میکنم خدمت همیهنان عزیزمون که این برنامه رو میبینن. تشکر میکنم از سیمای آزادی و خوشحالم که در این برنامه با شما هستم. بله. میخواستم به عنوان اولین سوال درخواست کنم که اگر میشه از اعتراضات هفته گذشته یک تصویری برای ما ارائه بدید. بله خواهش میکنم. در هفته گذشته دو واقعه مهم داشتیم، روز کارگر و روز معلم. بله. در روز کارگر، کارگران شریف میهنمون بر اساس فراخوان‌هایی که از قبل داده بودن تجمع اعتراضی برگزار کردن در شهرهای مختلف و از جمله در تهران در جلوی مجلس آخوندی تجمع کردن و شعارهای قاطع و کوبنده‌ای هم دادن. مثل دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند، درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر، گرانی، تورم، بلای جان مردم و کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد. همینطور در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت روز معلم شاهد تجمعات اعتراضی معلمینمون بودیم در 10 شهر کشور از 18 استان کشور. به طور خاص معلمین در تهران تجمع اعتراضی بزرگی برگزار کردند و اونها هم شعار می دادن معلمین زندانند، اختلاسگران آزادند، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلمی میرد ذلت نمی پذیرد، کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد. می بینید که معلم که در همه کشورهای دنیا نقش کلیدی داره، آینده ساز هست، به دلیل اینکه آموزش و تربیت و تعلیم کودکان و نوجوانان و جوانان رو به عهده داره و معمولاً از احترام ویژه‌ای برخوردار هست و زندگی خوبی داره در همه کشورهای جهان. متاسفانه تحت حاکمیت آخوندی در اسرت و تنگ دستی زندگی میکنن معلمیمون و مجبورن به دلیل حتی دستگیری و زندانی شدن شعار بدن معلم زندانی آزاد باید گردد. در رابطه با اعتراضات دیگر هم در هفته گذشته اعتراضات دیگری هم داشتیم از اقشار دیگری از جامعه، از بازنشستگان، از دانشجویان و همینطور مهمترین اعتراضاتی که وجود داشت که از ابتدای سال هم وجود داشت به جز اینها یا فکر میکنید سیزدگان هم میخواستم همین رو پرسن که یا سیزدگان هم اعتراضاتی داشتن؟ بله دقیقاً سیزدگان هم به همین ترتیب اعتراضات سیزدگان که ادامه دار هست و مستمر و تکرار میشه. شما میدونید که متاسفانه سیل مهیبی که بخشهای گسترده ای از میهنمون رو در نوردید جانهای بسیار زیادی رو گرفت، صدها هزار خانوار رو بی خانه و زندگی کرد، میلیون ها نفر انسان رو حاصل کار و تلاش یک عمرشون رو از بین برد. رژیم به حاکمیت آخوندی اما علاوه بر اینکه قبل از این سیل هیچ کاری نکرد، به دلیل اینکه این سیل از قبل پیش بینی شده بود، حتی در جریان سیل هم هیچ اقدامی برای جلوگیری از تخریب و آثار بیشتر سیل انجام نداد و هیچ کمکی به مردم نکرد و بعد از سیل هم هیچ کاری برای مردم انجام نداد، برای مردم آسیب دیده و سیل زده. همین موضوع باعث اعتراضات بسیاری در مردم عزیز سیل زده میهنمون شد. این اعتراضات از روز اول سیل از همون ابتدا شروع شد و علیه کمبودها و نبودن امکانات، حتی ساده ترین امکانات زندگی از غذا و پوشاک گرفته تا پتو و چادر و بعدم از مسکن و ارتباطات و غیره. این اعتراضات که از همون روز اول شروع شد در جریانش بسیاری از سرکردگان و مزدوران
مقامات بالای رژیم به وسیله مردم گوشمالی شدند، از جمله سرکردگان سپاه مثل پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، مثل نقدی سرکرده قبلی بسیج و معاون سرکرده فعلی سپاه، مثل احمد خادم سرکرده قرارگاه زده کربلا. اینها همشون توسط مردم سیل‌زده گوشمالی شدن. مضافاً به اینکه هو کردن و فریاد برو گم شو شعار غالب سیل‌زده ها بود در مواجه با این مزدوران که برای خودنمایی و برای دجالگری در مناطق سیل‌زده حاضر می شدن، از جمله محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با همین هو کردن ها و شعار برو گم شو و فریاد های دیگه ای که شایستش بود واقعا برخورد کرد. مردم به این ترتیب حقش را کف دستش گذاشتن و از اونجا بیرونش کردن. اعتراضات مردم و برخوردشون با سرکردگان و مزدوران بالای رژیم تا حدی بود که رئیس مدیریت ستاد بحران رژیم توصیه کرد به مقامات بالای رژیم که به مناطق سیل‌زده نرید که کتک میخورید. و حتی این موضوع توسط نمایندگان رژیم در صحبتشون با رئیس مجلس آخوندی هم مطرح بود که شما در سینمای آزادی هم ویدیوهاشو نشون دادید. خب سوال بعدیم اینه که این اعتراضات رو شما برشمردین، هم کارگرها بودن، معلمین بودن، سیل‌زده ها بودن، شاهد اون بودیم که رژیم برخی از این تظاهر کنندگان یا اعتصاب یا معترضین رو دستگیر کرده. تحت این موضوع که مجوز نداشتن، میخواستم نظرتون رو در این باره بگیم. بله، ولی اگه رژیم غیر از این میگفت باید تعجب میکردیم، به دلیل اینکه خب هیچ دیکتاتوری نمیاد بگه که من مردم میخوام بدون دلیل سرکوب کنم. بالاخره یه دلیلی برای خودشون میتراشن. رژیم های دیکتاتوری از گور گرفتن اعتراضات مردم بسیار و به شدت وحشت دارن. به طور خاص رژیم آخوندی که قیام های سال 88 و سال 96 جلوی چشمشه به شدت حراسان و گریزان هست که دوباره تکرار بشه. بله، از تکرار قیام های مردمی و به همین دلیل دست به وحشیگری علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم میزنه. از جمله در همون روز کارگران عزیزمون رو در جلوی مجلس مورد تهاجم وحشیانه قرار دادن، شماری رو دستگیر کردن، بعد همین کار رو در روز معلم انجام دادن و تعدادی از معلمین رو دستگیر کردن. شما ببینید کارگری که نقش مهمی در اقتصاد مملکت داره به جایی میرسه که بیاد و اعتراض بکنه. در روز کارگر که همه کارگرها در همه دنیا جشن میگیرن به مناسبت روز کارگر، کارگران ایرانی به دلیل حاکمیت ننگین و سیاه آخوندی مجبور هستند بیان برای حداقل خواسته های خودشون تظاهر کنند و به این ترتیب با وحشیگری رژیم هم روبرو میشن. این وحشیگری ها در رابطه با غارت شدگان پدیده شاندیز هم ما شاهدش بودیم. مؤسسه پدیده شاندیز که مردم تجمع کرده بودند برای احقاق حقشون به پول های بیغما رفته که توسط این مؤسسه که از مؤسسات سپاه پاسداران هم هست بیغما رفته مورد تهاجم وحشیگرانه قرار گرفتن و تعدادی از اونها هم دستگیر شدن. ولی نکته مهم این بود که علارغم این برخورد وحشیانه رژیم نتونست موفقیتی کسب کنه و اتفاقا عزم مردم رو بیشتر کرد و بلافاصله جمعیت های انبوهی از خانواده های دستگیر شدگان در جلوی زندان اوین و در جلوی بازداشتگاه وزرا در تهران تجمع کردند و خواستار آزاد شدن فرزندان و دستگیر شدگان خودشون شدند. یعنی رژیم از این وحشیگری هم نتونست نتیجه بگیره و تجمعات و اعتراضات مردم اتفاقا گسترش بیشتری پیدا کرد. بله، شما در این تصویری که ترسیم کردید دارید میگید که مردم تظاهر و اعتراض میکنن به خاطر وضعیت بد اقتصادی، به خاطر مشکلات فراوانی که دارن، فقر، گرانی، بیکاری، غارت. از طرف دیگه هم رژیم نه تنها به این مشکلات رسیدگی نمی‌کنه، بلکه اقدام به دستگیر کردن اونها یا سرکوب هم می‌کنه. خب در این تصویر چه راه چاره و برون رفتی وجود داره؟ ببینید به طور واقعی رژیم در بن‌بست و
راه برون رفتی هم نداره. چرا میگیم در بنبست و راه برون رفت نداره؟ به دلیل اینکه تو این شرایط سنگین ترین مخارجی که رژیم داره، مخارج تأمین نیروهای سرکوبگر خودش هست. بله. برای حفظ و بقای خودش، از نیروهای سرکوبگر سپاه گرفته تا بقیه مزدوران داخلی و خارجیش، مزدوران داخلی ریز و درشتش که وابسته عموماً به نهاد بیت خامنه ای هستند، و مزدوران خارجیش در سوریه، در یمن، در لبنان و در سایر نقاط. بنابراین اگر بخواد به خواسته های مردم پاسخ بده، مجبوره که از مخارج سنگینی که متحمل میشه برای حفظ امنیت خودش به وسیله این مزدوران داخلی و خارجی خودش کم بکنه و امکانات اونا رو کم بکنه. آخوند جماعت اونم در حاکمیت اهل چنین کاری نیست، چون خیلی خوب میفهمه که اگر از امکانات و امتیازات مزدوران حافظ و نگهبان خودش بزنه، خب طبیعتاً هرچه بیشتر ریسک سرنگونی و بقای خودش رو از دست داده، مشکل امنیتی پیدا میکنه. بله، بنابراین آخوند جماعت این کار رو نمیکنه. به همین دلیل هست که میگیم رژیم در بنبست مطلق هست. اما از طرف دیگه به دلیل اینکه رژیم از قیام مردم بسیار وحشت داره و نگران اینه که تجمعات و اعتراضات گسترده مردمی توش جرقه قیام بخوره و به قیام تبدیل بشه و منجر به سرنگونش بشه، به همین دلیل در بکارگیری خشونت پیش از اندازه دست بستگی داره و نمیتونه این کار رو بکنه. برای همین هم است که طبق صحبتی که کردیم، بالاترین مزدوران و سرکندگان رژیم در جریان سه‌ماهه اخیر به وسیله مردم گوشمالی شدن و علی‌رغم وجود محافظینشون رژیم هیچ کاری نتونست بکنه، حتی بعدش هم نتونست کاری بکنه. بنابراین به این نقطه میرسیم که راه حل در اینه که چون رژیم در بنبست هست و به دلیل ترس از قیام هم دست بستگی داره در مواجه بودن و مقابله با اعتراضات بزرگ، راه حل این هست که باید رژیم رو مجبور کرد که در این بنبستی که اقتصاداً خودش داره و شرایط بین المللی هم روز به روز بیشتر میکنه این محدودیت برای رژیم، باید مجبورش کرد که به خواسته های رژیم پاسخ بده. اینجاست که میرسیم به نقش مهمی که شوراهای مردمی و کانونهای شورشی دارن. ما در جریان همین سیل تجربه کردن مردم ایران که وقتی اعتراضات گسترده هست، همین شوراهای مردمی وقتی تشکیل شد و اعتراضات گسترده‌ای رو شکل داد، رژیم در بعضی از مناطق کوتاه اومد و مجبور شد که امکانات مورد نیاز مردم رو فراهم بکنه. خب این راهکار نشونه اینه که شوراهای مردمی نقش مهم و قابل توجه دارند در تحقق خواستهای مردم از یک طرف، و در مجبور کردن رژیم به تأمین خواستهای مردم که مساوی است با کمتر شدن امکانات رژیم برای رسیدگی به مزدورهای خودش، که این خودش روز به روز رژیم رو ضعیف‌تر می‌کنه و براش آینده بدتری رو به وجود میاره. در همین جریان سیل مردمی، شوراهای مردمی که تشکیل شد، هم اولا از طریق همیاری و شکل دادن کمک‌های مردمی بسیار تونست کمک بکنه به مردم سیل زده، و از طرف دیگه با اعتراضات گسترده در این شوراهای مردمی رژیم مجبور شد که کوتاه بیاد و اون امکانات رو فراهم بکنه. پس راه حل در این هست. به عنوان یک جنبندی مختصر میتونیم بگیم که وقتی اقشار مختلف مردم عزیز میهنمون در شعارهای اعتراضی خودشون میگن دشمن ما همینجاست، دارن اشاره میکنن به یک تجربه 40 ساله که این رژیم اهل ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی و اینکه خودش به دست خودش بیاد و به خواستهای مردم پاسخ بده نیست، بلکه دشمن مردم هست. خب دشمن باش چه کار میکنن؟ بازم در شعارهای مردم
میبینیم که ملت میگن که کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است. خب دزد باید چه کار کرد؟ اگر در مقابل دزد نایستید، خب همون بقیه یه چیزی را هم که قارت نکرده و ندزدیده میدزده و میبره. پس راهکار فقط برخورده با دزد با هر وسیله و امکانی که در دسترس داریم، یعنی مبارزه کردن به قصد عقب روندن هرچه بیشتر این رژیم منحوس و ضد بشری. خب این یه واقعیته که در حال حاضر یه جنگی وجود داره بین مردم ایران از یک طرف و رژیم ضد بشری آخوندی از طرف دیگه. این جنگ از گسترش اعتراضات مردم و از شوراهای مردمی شروع میشه و امتداد پیدا میکنه در کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش. بنابراین راهکار عملی برای مقابله با هر مشکل و معضل و مصیبتی که حاصل حاکمیت ننگین آخوندی بر کشور ما هست، هیچ راه حل نیست الا گسترش اعتراضات، اعتراضات هرچه بیشتر در جمع‌های گسترده تر از طریق تشکیل دادن شوراهای مردمی، به موازاتش گسترش کانونهای شورشی و به این ترتیب مجبور کردن رژیم برای پاسخ دادن به خواستهای مردم و روز به روز بیشتر تضعیف کردن رژیم برای مردم میهنمون که به درستی مردمی تشنه و عاشق آزادی هستند. به همین دلیل هم است که آرزوی موفقیت داریم برای شوراهای مردمی و کانونهای شورشی عزیزمون. یک بار دیگه تشکر میکنیم از این گفتگو و از شرکتتون در برنامه قیام ایران.